سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که زندگی می کنید در این ویدیو میخوام در مورد یکی از مهمترین دردهای شما خصوصا در سنین بالای 50 سال صحبت بکنم درد پا و درد کمر و میخوام راهکارهایی رو خدمت شما عرض بکنم که شما بتونید به راحتی درداتون برطرف بکنید ما چند تا پادر داریم بعضی وقت پادرد ما مربوط میشه به مفاصل ما یعنی مفصل زانو مفصل لگن یا مفصل مچ پا بعضی وقت هم هستش که هیچ ارتباطی به مفصل نداره و یک درد پنهانی انگار در ماهیچه های پا وجود داره ممکنه در قسمت ران باشه یا ممکنه در قسمت ساق پا باشه و ممکنه گاهی وقت درد در ناحیه پشت و ستون فقرات باشه راهکارهایی که در این ویدیو خدمت شما عرض میکنم برای درد کل سیستم اسکلتی بدن شما هم بسیار موثر و مفید خواهد بود با من همراه باشید تا انتهای ویدیو خب بریم سراغ انواع دردهای پا درد پا رو از کف پا شروع میکنم بعض وقت شما میبینید یه درد مبهمی در ناحیه کف پا وجود داره که اگر در قسمت پاشنه پاتون درد گرفت نیاز هست به بررسی بیشتر که آیا اگر خار پاشنه باشه که بایستی راهکارهایی که برای خار پاشنه در یک ویدیوی جداگانه خدمت شما عرض کردم انجام بدید هیچ مشکلی نداره خار پاشنه به راحتی قابل علاج و درمان هست پس با یه عکس ساده شما میتونید متوجه بشید که آیا خار پاشنه دارید یا نه بعضی وقت عکس میگیرید میبینید که خار پاشنه ندارید ولی همچنان پاتون پاشنه پا درد میگیره این درد ناحیه پاشنه پا گاهی وقت میتونه از رزات خون و چربی خون بالا باشه که نیاز به بررسی چربی خون هم خواهید داشت گاهی وقت در ناحیه قسمت سینه پا هست که این مورد خاصی نداره و شما میتونید با روغن مالی هایی که شب ها در ناحیه کف پا انجام میدید در واقع تسکین بدید التیام بدید دردتون رو و نیاز به پیگیری خاصی نداره بیشتر با ماساژهای فشاری یا اینکه زیر پاتون یک تیکه چوب یا یک وردنه ای که تو خونه دارید بذارید و پاتون رو بذارید روش و به این شکل در واقع پا رو کف پا رو ماساژ بدید این خیلی کمک میکنه به برطرف کردن دردهای ناحیه کف پا گاهی وقتی درد ممکنه در ناحیه مچ پا باشه اگر مچ پا بی علت درد بگیره ممکنه اسید اوریکتون بالا باشه و همچنین ناحیه شست پا اگر این دوتا درد گرفت نیاز به یک آزمایش خون دارید که میتونه نشانه ای باشه از اسید اوریک بالا که در صورتی که اسید اوریکتون بالا بود شما لازمه که رژیم غذاییتون رو اصلاح بفرمایید و بیشتر غذاهای گیاهی مصرف بکنید غذاهای اسیدی لبنیات و اینها رو ترک کنید و غذاهای گیاهی رو یک ماه استفاده بفرمایید و کافی سماق رو هر روز میل بکنید حالا هم میتونید به صورت دم کرده سماق یه قاشق غذاخوری سماق رو بجوشونید جوشوندهش رو میل کنید یا یه قاشق مرباخوری سماق رو به همراه غذا بخورید که برای کاهش اسیدوریکتون بسیار عالی و خوب خواهد بود بعض وقت در در ناحیه ساق پا هست یعنی از مچ پا تا ناحیه زانو در این صورت احتمال اینکه شما ویتامین دی بدنتون کم باشه بسیار زیاد هست لازم هستش که یه مقداری ویتامین دی رو به بدن خودتون برسونید ویدیوی بسیار کاملی در مورد تأمین ویتامین دی بدنتون صحبت کردم میتونید مشاهده بفرمایید که راهکارهای تأمین ویتامین دی رو از طریق مواد غذایی و اون موادی که ویتامین دی رو فعال میکنه در بدن باش آشنا بشید چون بعض وقت درد و احساس خستگی در ناحیه ساق پا به دلیل کمبود ویتامین دی و کلسیوم هست بنابراین اگر این نشانه رو داشتید شما میتونید شک بکنید به کاهش ویتامین دی و این روش های ما که هیچ آرزه ای نداره رو استفاده بفرمایید و اگر برطرف شد که معلومه همین بوده اگر برطرف نشد بعد میتونید پیگیری های جدی تری بفرمایید خب میایم بالاتر ممکنه درد در ناحیه زانوی شما باشه اگر در ناحیه زانو درد وجود داشت عزیزان شما نیاز هست که به مفصل خودتون برسید که من در مورد زانو درد تقسیم بندی کردم یک زانو دردی هستش که خشکی هست ناشی از قلبه خشکی هست که بهش میگن آرتروز و بعضی وقت هم هست که زانو درد در اثر آب آوردن مفصل هست یعنی اون درد هایی که مربوط میشه به ورم مفصل که در هر دو صورت ویدیوشو من خدمت شما تقدیم کردم در همین چنل میتونید مشاهده کنید و طبق اون دستور عمل زانو درد خودتون رو حتی اگر بالای 70 سال هم سن دارید من بیمار داشتم از آن که درمان شده چرا اینقدر محکم صحبت میکنم به دلیل اینکه مطالبی که خدمت شما عرض میکنم این مطالب از دل کتاب ها دانشگاه ها و روش های متعدد استخراج شده روی بیمارانم تست کردم انجام دادم نتایج قابل قبولش رو دیدم بعد میام در این چنل ارائه میدم که شما عزیزان ازش استفاده بکنید اگر شما هم دوست دارید با ما همراه باشید در انتشار این مطالب کافی فقط یک کامنت بدید کامنت شما باعث میشه که یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده و شما هم در این کار خوب با ما همراه باشید متشکرم از کامنت پرمهر شما مرحله بعد درد در ناحیه ران پا میتونه باشه که خیلی وقت هست که در پشت ران احساس درد و احساس کشیدگی میکنید که این درد رو معمولا اکثر مواقع به دلیل درگیری عصب سیاتیک هست عصب سیاتیک که عصب اصلی پا هست از توی کمر میاد داخل لگن و وارد پا میشه این عصب در ناحیه کمر اگر درگیری داشته باشه باعث درد و حس کشیدگی در پا شما وقتی پاتون رو میخواین بردارید حس میکنید که یک چیزی مانع هست و میکشه عصب رو و میکشه مایچ شما رو این درد درد سیاتیک هست که درد سیاتیک رو میتونید به درمان بکنید لازمش اینه که اول رفع غلظت خون بکنید و روش هاشو من گفتم روش رقیق سازی خون رو گفتم خدمت شما میتونید روش که در آنژیو طبیعی گفتم اون بحث رقیق سازی رو که بایستی غذای گیاهی مصرف بکنید هر روز یه لیوان آب انار یا دو لیوان و در صورتی که امکانش براتون نبود از آب زرشک و یا میوه‌جات قرمز بیشتر استفاده بفرمایید مایات بیشتر بخورید سرک انگبین برای درد سیاتیک بسیار خوبه مجرب بنده تست کردم به دلیل اینکه باعث رقیق سازی خون میشه و مورد بعد برای رفع درد سیاتیک بحث استفاده از یک رژیم غذایی خاص هست که این رژیم غذایی رو من در پایان این ویدیو خدمت شما خواهم گفت که هم برای درد کمر خوبه و هم برای دردهای سیاتیک. درد بعدی مربوط میشه به استخوان ران یا فمور که در وقتی که در گردشگاه خودش میچرخه در ناحیه لگن گاهی وقتی شما دردی رو در عمق لگنتون حس میکنید اون ناحیه‌ای که سر استخوان فمور درگیر میشه که یکی از حالاتش ممکنه در واقع پوکی استخوان یا اینکه خشکی مفصل باشه بنابراین این هم با همین روش هایی که میگم درمان خواهد شد چون تجربه شو داشتیم از ناحیه لگن میریم بالاتر درد در, در ناحیه کمر ازانی که درد کمر دارن اکثر مواقع به دلیل اسپاسم های عصب و عضله هست و عضلات ما هم تحت تاثیر سیستم عصبی هست یعنی افرادی که خیلی نگرانن افرادی که استرس دارن افرادی که بیرویه میترسن یا شوک عصبی میبینن اینها معمولا اگر خودشون رو تخلیه نکنن و اگر استرس خودشون رو کنار نذارن و اگر یک تایمی رو برای آزادسازی ذهن خودشون نذارن این درگیری ذهنی منتقل میشه به سیستم عصب و عضله و این باعث گرفتگی، اسپاس و باعث درد در ناحیه کمر میشه این خلاصه ای بود از دردهای پا، کمر و دیسک حتی حتی دیسک گردن و درد در ناحیه گردن که من قطعا خدمت شما بگم درد در ناحیه گردن به خاطر استرس ها و فشارهای عصبی هستش که فرد رها نکرده یعنی همه ما دوچار استرس میشیم در زندگی ولی گاهی وقت این استرس و فشار رو رها میکنیم گاهی وقت اینها رو نگه میداریم با خودمون نگه داشتن استرس ها سمه این رو سعی بکنید هر چند از گاهی هر مدتی یه هفته دو هفته که گذشت یا حتی زودتر سعی کنید در موقع شب قبل از خواب از تکنیک های روانشناسی استفاده بکنید که بار فکری خودتون رو رها کنید رهاسازی افکار آزاردهنده که در یک ویدیو جداگانه شاید بهش بپردازم خیلی مهم هست و از این تکنیک من برای درمان دردهای مفصل و کمردرد و پادرد مریضام استفاده کردم بسیار نتیجه بخش بود برای تمام این دردهایی که دارم میگم اول من سبکم اینطوری هست که اول میگم چه چیزی رو نخورید بعد چه چیزی رو بخورید چرا؟ به خاطر که ممنوعات خیلی مهمه ممنوعات برای درد استخوان ها درد پا و درد کمر این پنج تا ممنوعی که میگم هست اگر این پنجتا رو شما از رژیم غذاییتون حذف کردید نتیجه میگیرید اگر حذف نکردید من تضمین میکنم که درد پاتون خوب نشه و اگر حذف کردید تضمین میکنم درد پاتون حداقل یا درد کمر حداقل 50 درصد کاهش پیدا کنه اولیش هم چای هست بله چای همین چای سیاهی که مرتب میخورید دومیش ترشی هست لب نباید بزنید به هیچ عنوان نباید در طول دوره درمان درد پا و کمرتون شما چای و ترشی بخورید مورد بعدی مرغ هست مرغ ماشینی همین مرغای سفید مورد بعدی ماست و لبنیات سفید هست اینها رو جایگزین کنید به جای چای بهترین نوشیدنی برای درد مفاصل آیزان پودر دارچین و پودر زنجبیل هست میتونید از این دم کرده استفاده بکنید دارچین و زنجبیل استفاده کنید یا نوشیدنی های گرمی مثل هل که بسیار خوب هست دم کنید و استفاده کنید باعث میشه گردش خون در بدنتون بهتر انجام بشه و گردش خون بهتر باعث میشه که درد در ناحیه پای شما کم خواهد شد اگر فشار خون داشتید میتونید این دمنوش رو به همراه کمی چای ترش یا چای مکه چای قرمز مخلوط بکنید فشار خونتون هم تنظیم میشه این جایگزین چای هست برای مرغ هم میتونید از بلدرچین گوشت های دیگه استفاده بکنید که ما توصیه‌مون این هست که افراد بالای 50 سال گوشت مصرفیشون رو باید کم بکنن خصوصا در دوره درمانیشون لبنیات هم برخلاف تصور باور عموم برای درد مفصل برای درد پا ایزان خوب نیست خصوصا خصوصا ماست ترش شما امتحان بفرمایید ماست و دوغ زمانی که مصرف بکنید هم کمر تشدید خواهد شد هم پا به دلیل اینکه بدن شما رو اسیدی میکنه هر عاملی که بدن شما رو اسیدی بکنه این باعث تشدید درد میشه مورد پنجم که باعث حتما ترک بکنید هرس خوردن عزیزان کسانی که بی رویه استرس زیادی دارن و هرس میخورن اینها باعث میشه که اسید زیادی در معدهشون ترشح میشه این اسید وارد جریان خون میشه بدن اسیدی میشه هم باعث اسپاس میشه هم باعث درد ناحیه مفاصل میشه بنابراین در دوره درمان هرس خوردن ممنوع خب عزیزان تا اینجا دردها رو یکی یکی گفتیم حالا چند تا نکته خدمت شما میگم برای اینکه شما در دوره درمانی خودتون رعایت بفرمایید دوره درمان درد پا و درد کمر بین دو هفته تا دو ماه هست که شما در این مدت بایستی استراحت بیشتری بکنید یک سری ممنوعات رو نخورید خصوصا اون پنج ممنوع اصلی چای، ماست، مرغ، ترشی و هرس این پنج تا ممنوعات شما هست اینها رو در دوره درمان سعی کنید به هیچ عنوان مصرف نکنید خصوصا بعضی میگن ما نمیخوریم روز یه لیوان چای بیشتر نمیخوریم این مانع بهبود شما خواهد بود من به قطع و یقین میگم خدمت شما کسانی که این روش رو استفاده بکنن بعد از دو هفته قطعا کامنت مثبتی رو خواهند داد به ما به خاطر اینکه نتیجه خوبی خواهند گرفت بنابراین عزیزان سعی بکنید اینها رو بدون چون و چرا انجام بدید چون اینا تجربه شده هست و دنبال خیلی مکانیسم ریزش نباشید که چه اتفاقی در بدن میافته. البته من به صورت کلی گفتم ولی شما سعی بکنید که بپذیرید از فردی که بیش از ۵ هزار بیمار ویزیت کرده و تجربیات حدود 18 سال تبابت خودم رو در اختیار شما در این چنل میذارم شما رژیم غذایی رو بایستی داشته باشید که چند تا ویژگی داشته باشه اولا کلسیوم و ویتامین دی کافی داشته باشه درش دوما عواملی که ویتامین دی رو در بدن شما فعال میکنه داخلش باشه سوما سردی بخش نباشد چرا؟ چون اسیدیته بدن رو تغییر نده خصوصا در ناحیه مفصل ها بنابراین نباید غذاهای اسیدی استفاده بکنید در این دوران و مورد بعد اینکه کمک بکنه به رقیق سازی خون و گردش بهتر خون در اندام ها چرا که وقتی که رقیق میشه خون در پا و سیستم کمر و عضلات ما خون به جریان میفته و راحت رفت آمد میکنه این باعث سمزدایی بهتر باعث گرم کردن عضو و خود خون در واقع هم گرما میده به بافت دیدیم بعضی وقت شما پاتون یخه پای سردی دارید وقتی این حالت دارید این به دلیل اینکه شما رژیم غذایی مناسبی ندارید که خونتون رقیق بشه بنابراین این رژیم غذایی رو در طول دوره درمانتون سعی بکنید رعایت بفرمایید و انجام بدید این رژیم غذایی بر اساس یک انسان نرمال هست و سعی شده که طوری طراحی بشه که افراد زیادی بتونن این رو انجام بدن بنابراین حالا ممکنه بعضی ها بیماری های خاصی داشته باشن که نتونن بعضی از این مواد رو استفاده بکنن ولی اکثر افراد میتونن در این رژیم عزیزان بهترین حالت اینه که صبحانه ها شما میوه‌جات استفاده بکنید به علاوه شیر بادام چند تا دونه بادام میریزید تو مخلوط کن 15 تا بادام یه قاشق اصل یه لیوان آب میکس میشه کلسیوم کافی داره و موقعی که این شیر بادام رو دارین تهیه میکنید یه قاشق هم پودر سنجد سنجدی که با پوست و هستش پود شده میریزید داخلش و اینو به عنوان یک نوشیدنی بسیار مناسب و تأمین کننده نیازهای استخوانی خودتون مصرف میکنید پس شد صبحانه میوجات به علاوه شیر بادام اگر چربی خون داشتید به جای بادام از فندوق استفاده بفرمایید. میان وعده نوشیدنی های گرم مثل دمنوش هل، دارچین، زنجبیل و انواع دمنوش هایی که به جز چای و قهوه که باعث غلظت خون میشه و بدن رو اسیدی میکنه اونها رو استفاده نفرمایید نوشیدنی هایی که در میان وعده استفاده میفرمایید به همراه کشمش یا خرما باشه وعده غذای نهارتون سعی بکنید از خوراک نخود استفاده بکنید نخود آپز با روغن زیتون و این خوراک نخود به کمردرد بسیار کمک میکنه خصوصا کسانی که ضعف جسمی و جنسی دارن هم برای تقویتشون بسیار خوب هست یعنی در رژیم غذایی هفتگی خودتون دوبار در واقع حداقل خوراک نخود بذارید یک بار از کشک استفاده بکنید کال جوش اشکنه کشک نمیدونم منطقه شما چی میگن بهش یه غذای سنتیه که از کشک طبیعی سعی کنید چون کلسیم بسیار خوبی داره به همراه روغن زیتون چون روغن زیتون کمک میکنه به جذب بهتر عناصر موجود در کشک و بعد از غذا چند تا دونه خورما مصرف کنید که سرشار از ویتامین دی هست و تأمین نیاز بدنتون رو خواهد داشت وعده ای غذایی دیگه ای که توصیه میکنیم در طول رژیم استفاده از گوشت راسته گوسفند هست کمر گوسفند اون راسته شیشلیکی اصطلاحا اون گوشت رو اگر بتونید کباب بکنید بسیار عالیه من به یک بیمارم که داده بودم کمر داشت میگم وای دکتر راسته گوسفند رو که میخورم به اندازه‌ای که یه مسکن قوی استفاده بکنم این راسته گوسفند باعث تسکین درد در ناحیه کمرم میشه چرا که عضلات هر قسمت از بدن گوسفند همون عضلات رو در بدن انسان تقویت میکنه که نمیخوایم حالا به علتش ریزش بپردازیم به صورت کلی اینو مد نظر داشته باشید مورد بعد غذاهایی که در واقع درش پاچه گوسفند بندازید یا پای مرغ استفاده بکنید در رژیم غذاییتون و استفاده از کدو حلوایی کدوهای نارنجی اینو در رژیم غذایی خودتون داشته باشید فوق عالی خواهد بود ایزان به دلیلی که سرشار از ویتامین آ و ویتامین دی هست و این رو باعثی حتما با روغن زیتون که چون ویتامین های محلول در چربی هستن ویتامین دی و آ با روغن مصرف بفرمایید نکته بعدی استفاده از حبوبات و استفاده از قلات کامل هست از آن نان کامل استفاده بکنید نانی که سبوسش با اون گندم در واقع آرد شده باشه چون سبوس گندم سرشار از مواد و ویتامین هایی هست که باعث فعالسازی ویتامین دی میشه مثل منیزیوم منیزیوم یکی از اون موادی هست که در واقع باعث فعالسازی ویتامین دی میشه که این ماده در قلات حبوبات هست این هم در رژیم غذایی خودتون داشته باشید و نکته مهم حتما نمک طبیعی و ارگانیک معدنی استفاده کنید یا نمک معدنی آبی یا صورتی یا نمک های معدنی کوهستان و اینها نمک های تصویر شده این آسیل نمکی هست که از نظر ما خوراکی نیست و عوارض بسیار زیاد داره همه پزشکان هم میگن ولی نمک معدنی ایزان نیازهایی رو در بدن شما تأمین میکنه که این مواد و الکترولیت ها باعث فعالسازی ویتامین دی میشن هم ویتامین دی و هم کلسیوم برای فعالسازیشون نیاز به یک کمپلکسی دارن این کمپلکس در نمک موجوده بنابراین نمک بسیار مهمه کسانی که گرفتگی عضله پیدا میکنن یکی از علتاش به خاطری که نمک بدنشون کم میشه وقتی که عرق میکنن و نمک از دست میدن اینها چون نمک به بدنش خودشون نمیرسه این افراد سریع دچار گرفتگی عضله میشن دچار اسپاس میشن و نمیتونن خیلی ورزش بکنن پیاده روی بکنن چرا چون نمک بدنشون کمه بنابراین غذاها رو حتما با نمک بخورید نمک طبیعی و ارگانیک این نمک کمک میکنه به بهبود دردهای شما وعده غذایی شام رو هم من توصیم به افرادی که پادرد و کمردرد هستند یک شام بسیار سبک هست استفاده از یک نلبکی کنجد کنجد خام خوب بجون و بعدش پنج تا دونه خورما مصرف بکنن اگر دیابتی هستن خورمای کمتری استفاده بکنن و به جای کنجد هم میتونید ارده کنجد استفاده بکنید مشکلی نداره و توصیه هم اینه که در واقع این شام رو هر شب استفاده بکنید و در وعده شام یه سالاد سبزیجات هم داشته باشید سالاد سبزیجاتی که انواع از کاهو کلم سبزبرگ های مختلف داخلش باشه سبزبرگ هایی که عزیزان سرشار از منیزیوم و روی هست اینها مثل برگ چغندر مثل در واقع جعفری مثل یونجه اینها کمک میکنه به فعالسازی ویتامین دی در بدن اینو در رژیم غذاییتون داشته باشید و خصوصا افرادی که بالای 50 سال سن دارن اینها بایستی چهار مغز استفاده بکنن که پسته، بادام، فندق، گردو به صورت خام از هر کدوم هفت دونه گردو یکی اینها رو در رژیم غذایی شامتون قرار بدید هم قوای تنتون تقویت میشه هم ریزم مغذی هایی که برای رفع گرفتگی عضلات و برای تأمین نیازهای بدن خصوصا ویتامین دی و کلسیوم نیاز هست برای عضلات و استخوانها ها تأمین میشه بنابراین این رژیم غذایی رژیم غذایی هستش که مطمئن باشید اگر یک ماه اینو انجام بدید دردهای شما خواهد رفت عزیزان این نتیجه 18 سال تجربه بنده هست این رو من با عشق تقدیم شما می کنم و اینها رو شما سعی کنید هم خودتون استفاده بکنید و هم کامنتی که به ما میدید باعث میشه که یوتیوب به افراد بیشتری نشون میده متشکرم از همراهیتون عذرخواهی می کنم کمی طولانی شد ولی بدونید که بهترین راهکار برای رفع دردهای ازولانی و پادرد و کمردرد همین سبک غذایی که گفتم و همین روش هایی که گفتم ناگفته نمانه که ماساژ هم بسیار خوبه با روغن های مثل روغن کنجد، روغن سیاهدانه مفصل ها و کل بدنتون رو ماساژ بدید افراد بالای 50 سال، بالای 60 سال اینها اگر ورزش نمی کنن حتما بایستی به صورت مرتب و هفتگی اینها ماساژ ببینند افرادی رو بذارید برای ماساژ دادن اینها کل بدنشون رو روغن مالی و ماساژ بدن کمک میکنه به اینها بایسی بدن گرم بشه کرسی برای اینها خیلی خوبه و استفاده از حمام های آب نمک بسیار خوبه و سعی بکنید که بدن رو در واقع دچار شوک گرمایی و سرمایی نکنید یعنی یه دفعه گرم بدن میرید تو هوای سرد یا فرد عرق داره پشت ماشین نشسته مشکلی که خیلی از راننده ها دارن میشینن پشت ماشین مسیر طولانی عرق میکنن یه دفعه میان پایین یه سرما به بدنشون میخوره دچار کمردرد و دردهای سیاتیک میشن این به خاطر این اسپاسم ها هست بنابراین شوک حرارتی به بدن ندید بدن و گرم نگه دارید رژیم غذایی هم که گفتم خدمت شما با این روش های ساده خیلی از عمل جراحی حتی نجات پیدا کردن موفق و شاد و سالم باشید خدا نگهدار Yeah. you